نتیجه یک تحقیق که در کنگره بین المللی انجمن آلزایمر ارائه شده نشان می‌دهد برخی از داروهای خواب‌آور و مسکن‌های مخدر سیر پیشرفت دمانس و زوال ذهن را در بیماران سه برابر می‌کند. کنگره بین المللی آلزایمر که در حال حاضر در شیکاگو در حال برگزاری است، هر سال به منظور ارائه آخرین نتایج پژوهشی درمانی برگزار می‌شود و در کنگره امسال شیکاگو سود و زیان داروها در محور بحث‌های متخصصان بوده. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. شیده، دقیقاً کدوم دارو هستن که این سیر بیماری رو تسریع میکنن و دلیلش چیه؟ دو گروه از داروها هستن که به طور مشخص در این پژوهش معلوم شده که سیر بیماری رو تشدید میکنن. مسکن‌های حاوی کدئین، مورفین و بوپرونورفین که مسکن‌های رایجی هستن که خصوصا به سالمندان تجویز میشن زیاد، و خواب‌آورهای گروه زی که شناخته شده ترینشون زولپیدوم یا امبینه. این داروها به خصوص خواب‌آورها علاوه بر اینکه سیر دمانس یا زوال ذهن رو تشدید میکنن، خطر افتادن و شکستگی استخوان رو هم بالا میبرن که خود اون یه عامل دیگه است که در واقع همراه میشه با این قضیه، چون شکستگی های استخوانی و عمل های جراحی بعد از اون هم سیر دمانس رو تشدید میکنن. به هر صورت یکی از چیزهایی که در این تحقیق خیلی روش تاکید کردن چون اینه که نشانه های ابتدایی اون پیشرفت دمانس فراموشی نیست، برای همین ممکنه ابتدا متوجهش نشن. نشانه های ابتداییش معمولا تغییرات شخصیتی، وسواس، سوء ظن، اضطراب و طبیعتاً بعد از اون ابر گرفتگی شعور و گم کردن زمان و مکانه. دلیلش که پرسیدی، دلیلش اینه که البته در یه تحقیق دیگه همراه این بهش پی بردن، دلیلش اینه که در مغز کسانی که مبتلا به آلزایمر یا دمانس هستن، خود بدن اندورفین یا مورفین طبیعی یا مخدر طبیعی که به طور معمول ترشح میکنه، در اینها میزانش بسیار بالاتره و حساسیتشون به مخدرهایی که از بیرون وارد بدن میشه هم خیلی بیشتره. حالا توی این کنگره امسال هیچ خبر خوب یا نتیجه امیدوار کننده هم اعلام شده؟ آره، خبر خوب داشتیم. ببین، یه دارو معرفی کردن که در واقع پیشرفت بسیار بزرگی، الان تمام خبرگزاری ها راجبش صحبت میکنن، یه آنتیبادی ایمونوتراپی، یعنی در واقع یکی از پادتنهای سیستم ایمنی رو ساختن که این دارو در کسانی که در تحقیق کارآزمایی بالینی شرکت داشتن جلوی تشکیل بتا آمیلوئید یا اون پروتئین بیماری که تو مغز افراد مبتلا به آلزایمر تشکیل میشه، جلوی تشکیل اون پروتئین رو تا 70% گرفته و 30% هم برگشت داده، یعنی اون کسایی که از قبل همین پروتئین درشون تشکیل شده بوده اونها رو از بین برده، و در عین حال یه وسیله امواج صوتی باهاش وارد مغز میکنن که سد مغز رو برای ورود این دارو باز میکنه و میتونه اثر کنه. خب، خبر خوبی بود. ممنونم شیده.